زنی که برای آرامش به مکان دور افتاده میره، اما نمیدونه چه آینده وحشتناکی در انتظارشه. گلاسیا سلام، امروز فیلم من 2022 رو آوردم که یکی از پرحاشیه ترین فیلم های چند سال اخیره. این فیلم روانشناختی و فلسفی و آخر فیلم خیلی باید در موردش صحبت کنیم. بریم من ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی هارپر رو میبینیم، زنی که به تازگی همسرش رو از دست داده و اصلا شرایط روحی خوبی نداره. اسم شوهرش هم جیمز بوده و حالا میخوام جریان رو بفهمیم. چند روز قبل رو میبینیم جیمز و هارپر دعوای بزرگی دارن و جیمز یهو مثل روانیا زن رو میزنه. همین هم باعث عصبانیت بیشتر هارپر میشه و جیمز رو از خونه میندازه بیرون. هنوز حالش به هم ریخته است که با وحشت جیمز رو میبینه که از جلوی پنجره رد میشه و میفته پایین. این آخری صحنه ای که از همسرش دیده و واضحه که خودش رو مقصر میدونه. خلاصه که برای بهتر شدن حالش تصمیم میگیره یه هفته ای رو به خونه خارج شهر بره، بلکه قضیه رو برای خودش حل کنه. با رسیدن اول سیبی از درخت تو حیاط میکنه و میخوره. بعدم وارد خونه میشه که صاحب اصلیش یعنی جفری منتظره. نکات مهم در مورد اجاره این خونه رو میگه و بعد تحویل کلید ازش خدافظی میکنه. هارپر مستقل شده و اول به دوست صمیمیش یعنی رایلی زنگ میزنه تا بهش خبر بده که رسیده. بعدم میگه گوشمو میخوام خاموش کنم تا به خودم برسم و همین کار رو انجام میده. البته به محض تنها شدن دوباره تصویر جیمز یادش میاد و برای پرت کردن حواس خودش لباس میپوشه و میره قدم بزنه. فضای خفن و سرسبز منطقه واقعا حالشو بهتر کرده، مخصوصا وقتی به یه تونل میرسه و صدای خودش اون تو میپیچه. با گفتن جمله‌های مسخره کلی میخنده و یهو همه چیز عوض میشه. طرف دیگه تونل مردی میبینه که با سرعت داره سمتش میدوه. هارپر هم از طرف دیگه پا به فرار میذاره. بالاخره مرد گمش میکنه، اما حالا خود هارپر هم گم شده. در حال گشتن دنبال راه خونه است که تونل دیگه مشابه قبلی رو میبینه، اما اینکه کاملا بسته است و راهی بهش نیست. بیشتر میگه رو با دیدن خونه هایی که همشون خالی و رها شدن ترس هارپر بیشتر میشه. حتما اینجا یه مشکلی هست که مردم خونه هاشون رو اینطوری ول کردن. با گشتن بیشتر به یه منظره فوق العاده زیبا میرسه و برای لحظه ای ترسش رو فراموش میکنه. با گوشیش عکسی میگیره و اینجاست که متوجه مرد دیگه ای میشه که بدون لباس وایساده و بهش زل زده. بازم فرار میکنه و این بار اتفاقی به خونه میرسه. همه چیز حل شده و روز بعدی هم هارپر به دوستش رایلی زنگ میزنه و همه چی رو تعریف میکنه. اونم یکم نگران میشه و در همین حال هارپر میره دم پنجره و همون مرد عجیب و بدون لباس رو دوباره میبینه. یکم بیشتر ترسیده چون مرد دم خونه وایساده و بهش زل زده. به رایلی جریان رو میگه و اونم ازش میخواد سری در پنجره ها رو ببنده و به پلیس زنگ بزنه. هارپر هم همین کارو میکنه و تازه میفهمه در ورودی خونه رو کلا نبسته بوده. با نگرانی میره سمتش و یه دفعه میبنده و قفلش میکنه. مرد روانی دستشو از ورودی نامه ها میاره داخل و هارپر سری به پلیس زنگ میزنه. چاقویی هم به دست میگیره و دقایقی بعد نیروها سر میرسن. پلیس بدون صحبتی مردو دستگیر میکنه و میذارتش تو ماشین. حالا خیال هارپر راحت و روز بعدی بیشتر معلوم میگرده چون خیلی براش جالب شده. به کلیسای متروکه میرسه و میره داخل. میشینه روی صندلی و حالا از ته دل فریاد میکشه. تمام درد و ناراحتیاشو میگه و داد میزنه که من مقصر همه چیزم یا مقصر هیچی نیستم. بعد مدتی که آرومتر میشه سمت خونه راه میفته و با مرد عجیب دیگه‌ای برخورد میکنه. یه ماسک هم داره که برش میداره و با هارپر میگه بیا با هم بازی کنیم. سن مرد کم نیست، اما مثل بچه‌ها صحبت میکنه و گیر میده بیا قایم موشک بازی کنیم. هارپر هم یکم معذب شده که بالاخره کشیشی سر میرسه و این مرد رو میفرسته دنبال کار خودش. بعد با مهربانی از هارپر میپرسه چی شده، چرا اینطوری ناراحتی. اونم شروع به صحبت میکنه و تمام دردهای دلش رو بهش میگه. با پایان حرفاش کشیش میگه تو نباید انقدر خودتو تبرئه کنی و دنبال این باشه که یکی بهت بگه مقصر هیچی نیستی. تو واقعا یکم تو قضیه مقصری. دلیلش هم اینه که به همسر جیمز اجازه ندادی که رفتارشو توضیح بده یا ازت معذرت بخواد. یه دفعه انداختیش بیرون در روش بسی. شاید اینکه نتونسته معذرت خواهی کنه بهش فشار آورده و اون کارو کرده. هارپر عصبانی میشه چون به نظرش این حرف خیلی غیر منطقی و با ناراحتی به خونه میره. شب خودشو به یه بار تو منطقه میرسونه. اینجا جفری یعنی صاحب اصلی خونه هم همراه مامورهای پلیسی که روز قبل اون مرد رو دستگیر کرده بودن کنار هم نشستن و صحبت میکنن. هارپر میفهمه اون مرد روانی که جلو در بود و دستگیر شد امروز آزاد شده چون هیچ مدرک خاصی برای زندانی کردنش نداشتن. برای همینم هم خیلی مهم میریزه و داد میزنه اون مرد خیلی خطرناک بود و جونم میگه تو خطره. بعدم میره بیرون. وسط راه صدای میشنوه و برمیگرده. همون مرد روانی و بیلباس وایسر رو بهش زل زده. هارپر با سرعت بیشتری سمت خونه میدوه و در رو قفل میکنه. بازم به دوستش رایلی زنگ میزنه و جریانو میگه. رایلی که نگرانه میگه آدرس بده بیام پیشت و کمکت کنم.
هارپر هم یکم از آدرسو میگه و یهو گوشیش خاموش میشه. روشنش میکنه و دوباره زنگ میزنه. بازم موقع خوندن آدرس گوشی خاموش میشه. این بار که روشنش میکنه لوکیشن رو برای رایلی میفرسته که گرفته جواب عجیبی میگیره. رایلی مینویسه همین الانم هم میدونم کجا زندگی میکنی، بس انقدر نگو. همین لحظه نگاه هارپر به بیرون خونه میفته. ماموری که اون مردو گرفته بود وایساده و بهش زور زده. با نگرانی میره بیرون و چراغا خاموش و روشن میشن. با چند بار که این اتفاق میفته یهو مامور ناپدید میشه. شرایط عجیبتر و از درخت سیب تو حیاط کلی سیب رو زمین میریزه. همین لحظه مردی که تو بار به عنوان بارتندر کار میکرد پیداش میشه و با سرعت میدوه طرف هارپر. اونم میره داخل در رو قفل میکنه، اما خیلی میترسه چون پنجره اتاق شکسته و انگار یکی اومده داخل. هارپر مردی میبینه که توی خونه از اتاقی به طرف دیگه میدوه و در رو میبنده. ترسش بیشتر و چاقویی برای دفاع برمیداره. یهو کسی محکم به در میکوبه. هارپر داره میلرز و داد میزنه بیای داخل میزنمت و کلی هم تهدیدش میکنه. در باز میشه و اون طرف جفری صاحب اصلی خونه است. هارپر آرومتر میشه و جفری میپرسه چی شده. دخترم همه جریانو بهش میگه. جفری که شیشه های شکسته رو میبینه خونه رو میگرده و همون کنار یه کلاغ هم میبینه، کلاغی که احتمالاً با شیشه برخورد کرده و حالا زخمی افتاده رو زمین. هارپر خیالش راحت میشه که کسی نیومده داخل و جفری هم اطرافو میگرده. باز چراغ خاموش روشن میشن و این بار جفریه که کلا ناپدید میشه. ترس هارپر برمیگرده و طرف دیگه هم همون مرد برهنه و روانی میبینه که داره میاد سمتش. یه رفعه یه سری شکوفه گل تو دستش میگیره و فوت میکنه. هارپر مثل مسخ شده ها به شکل عجیب دستشو باز میکنه و انگار بیهوش میشه. بعد چند لحظه با آرومی میره داخل و درو میبنده. مرد روانی دستشو از دریچه پست رد میکنه و هارپر رو صدا میکنه. دختر که یه رفعه به خودش میاد چاقو رو به دستش میزنه و خودش رو عقب میکشه. مرد که درگ و فریاد زیادی هم میکشه به شکل دردناک دستشو از جا در میاره، اما به خاطر چاقو کاملا انگشتاش نصف میشن. هارپر میره توی آشپزخونه و اینجا مرد دیگه رو میبینه، همونی که میگفت بیا قایم باشک بازی کنیم. با آرومی میشینه و از هارپر میخواد بازی کنن. جالبه که دستش مثل همون کسی که پشت در بود زخمی شده، اما دردی حس نمیکنه. هارپر میگه همین الان برو بیرون وگرنه بهت حمله میکنم. مرد به سمتش میاد و میگه نه تو هیچ وقت این کارو نمیکنی. هارپر هم عقب میره و وقتی میفهمه راهی نداره میگه باشه فقط یه بار بازی کنیم. بعدم میره از در بیرون و چشم میذاره تا پسر غایب شه. اینجاست که بعدش مردن تا ده همون بارتندر رو میبینه که از طرف دیگه میاد تو. با سرعت میده تو اتاق دیگه رو در قفل میکنه. بازم شرایط عجیب میشه چون این دفعه از طرف دیگه کشیش کلیسا سر میرسه. حتی دست کشیش هم مثل دست همون مرد روانی بریده شده. میاد سمت هارپر و به شکل عجیبی این زن رو نگه میداره و انگار میخواد باهاش رابطه داشته باشه. هارپر برای دفاع از خودش این بار تیزی رو به پهلوی کشیش میزنه. بعدم میدوه سوار ماشینش میشه و گاز میده. خیلی ترسیده و بعد چند لحظه هم که حواسش نیست به یه نفر میزنه. وقتی وامیسته جفری صاحب خونه رو میبینه که رو زمین افتاده و پاش شکسته. جفری که خیلی عصبیه میاد سمت هارپر، به زور اون از ماشین بیرون میکشه. بعدم خودش پشت فرمون میشینه و گاز میده و از اونجا دور میشه. دختری که خیلی گیجه و دیگه از فرار ناامیده از جاش بلند میشه و لحظه بعد نوری به صورتش میخوره. جفری میبینه که پشت ماشین نشسته و با سرعتی زیاد سمتش میاد تا بهش بزنه. خیلی سریع برخلافش میده و با چند تا جا خالی خودشو به خونه میرسونه. جفری هم در آخر ماشین رو به سنگی میکوبه. هارپر تو محوطه حیات خونه است که همون مرد روانی و برهنه رو میبینه. این بار با صورتی عجیب که انگار با برگ درخت آرایش شده. چیز عجیبتر پای مردی که شبیه پای جفری شکسته. یه چیز خیلی عجیبتر هم هست، شکم مرد بزرگه و گرفه میفته روی زمین و فریاد میکشه طوری که انگار داره زایمان میکنه. بعد مدتی خود مرد فرار میکنه و حالا بچهش به دنیا آمده. بچهش کیه؟ همون مردی که گیر میداد قایم باشک بازی کنیم. حالا این بار خود این مردم باردارو باز فریاد میکشه. کسی که ازش بیرون میاد کشیش منطقه است که اونم بارداره. دیگه مغز هارپر رد داد و با ناراحتی و بدون هیچ حرفی میاد داخل. اصلا نمیدونه چی داره میشه. کشیش دنبالش میاد و اونم فارغ میشه و ازش جفری صاحب خونه بیرون میاد. اونم دوباره شکمش بزرگه و نفر آخر اون به دنیا میاره. کسی نیست جز همسر هارپر، یعنی جیمز. هارپر گیج شده و توری به دست میگیره و به آرومی رو مبل میشینه. جیمز هم روبروش. هارپر این پرسه چی از جونم میخوای، چرا بسته میکنی؟ جیمز جواب میده فقط ازت میخوام منو دوستم داشته باشی. هارپر دستی به تبر میکشه و انگار میدونه باید چی کار کنه که همه چیز تموم شه. سکانس بعد روز شده و هارپر بیرون خونه روی پله نشسته و خیلی آروم تره. بعد مدتی دوست صمیمیش رایلی هم به اینجا میاد.
همو میبینن و لبخند میزنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. برای درک فیلم من باید اول یه اشاره بکنیم. 5 مرحله هست که هر انسانی در مرحله سوگواری باید اونو بگذرونه. اولش دنایال یا انکاره، جایی که طرف بخواد انکار کنه این اتفاق افتاده یا اصلا مقصر چیزیه. دومیش انگری یا عصبانیته، جایی که فقط روش فشار عصبی و هی فریاد میکشه و میخواد یه جوری خودش رو خالی بکنه. سومیش بارگینینگ یا چانه زدنه، جایی که کلی افکار مختلف و سمی تو ذهنش میاد تا یه جوری به بدترین شکل ممکن این جریان رو برای خودش حل بکنتش، بخواد توضیحش بده، اما انقدر این فکرها عجیب و سمی هن که بینشون گم میشه و نمیتونه هیچ نتیجه ازش بگیره. چهارمیش مرحله دپرشن یا افسردگیه، جایی که انقدر این افکار بهش فشار میارن تو افسردگی غرق میشه و دیگه به هیچ چیزی تو زندگیش اهمیت نمیده. و در آخر میرسه پنجمین مرحله یا اکسپتنس و پذیرفتن، مرحله‌ای که دیگه حالش خوب میشه. تو این فیلم تمام این مراحل رو میبینیم. مرحله اول دنایال، همون جایی هست که میخواد تصمیم بگیره یه رفیق بره یه جای دور افتاده تا جریان شوهرش رو کلا فراموش کنه و حالش خوب بشه، میخواد از اولی به پنجمی یهو بپره، اما خب طبیعت این اجازه رو بهش نمیده. مرحله دوم انگری از جای شکل میگیره که اون مرد رو توی اون تونل میبینه. مرد دنبالش میفته، هی رفته رفته عصبانی تر میشه و اوجش لحظه ای است که میفهمه پلیسا اون مرد رو ولش کردن و دیگه خیلی عصبانی میشه، حتی توی کلیسا فریاد کشیدن هاشو میبینیم. مرحله سوم بارگینینگ، جایی هستش که بعد ول شدن اون مرد توسط پلیس به خونه‌اش حمله میکنه. میبینیم که شخصیت‌های مختلفی میان در خونه‌اش، اتفاقات عجیبی میفته، اون کشیش رو توی خونه‌اش میبینه، یه دفعه‌ای به اون مراحل زایمان اون مردا میرسه و کلاً این فکرات توی ذهنش خیلی زیادن. هی دنبال اینه که بفهمه چی داره میشه، نتیجه‌اش چیه، اصلا چرا این اتفاق افتاد، ولی خب قطعاً نتیجه‌ای نمیگیره به خاطر همین فکرهای سمیه. و در آخر این فکرام میرسه مرحله چهارم، جایی که اون کشیش هم داره زایمان میکنه و دیگه اصلا یهو وا میده، با آروم میره تو خونه، میگه ولش کن دیگه، چی میخواد بشینه که نمیفهمم. و یه دفعه وقتی که با جیمز روبروی هم میشینن و باهاش داره صحبت میکنه و تبر رو دست گرفته، یه لبخندی میزنه و میره سمتش و سکانس بعد میبینه که با حال خوب نشسته و بالاخره لبخند میزنه. این هم مرحله پنجم و پذیرفتنه. مورد بعدی که باید در موردش صحبت کنیم اصلا دلیل اصلی فیلمه و یه سوال خیلی مهم که الان ازتون میپرسم، این فیلم در مورد سوگواری هارپر به خاطر از دست رفتن شوهرش جیمز بود یا به خاطر اتفاقاتی که توی زندگیش میافتاده؟ برای این باید اشاره کنم من توی خلاصه فیلم بعضی از چیزها رو نگفتم چون به نظرم ضعف فیلم بودن و وقتی فیلمو کامل ببینید به این صحنه میرسید کامل تا آخرش رو میفهمید. من اونا رو نگفتم توی خلاصه و الان در موردش صحبت میکنم. بارها اتفاق میافته که یه فلش بکی از گذشته این دو نفر میبینیم و میبینیم که چقدر جیمز آدم سمی بوده. ما میبینیم که مدام دارن دعوا میکنن، مدام جیمز داره اونو تحقیرش میکنه، اذیتش میکنه و یه دفعه به جای میرسه که انگاری آشغال پرت میکنه سمت هارپر و بهش میگه ببین اگه منو دوستم نداشته باشی، اگه منو بندازی بیرون، یه کاری میکنم تا آخر عمرت پشیمون بشی و عذاب وجدان داشته باشی. و واقعا این کارو باش انجام میده. این همون سمی بودن شخصیتمونه و داره ما میگه که تمام رابطه هارپر و جیمز به شکلی بوده که هارپر داشته سرکوب میشده، داشته به اجبار تحمل میکرده تو این رابطه بودن و هیچ وقت جرئت نداشته بره بیرون به خاطر تهدیدهایی که شوهرش انجام میداده. برای همین هم هست که اگه یکم دقت کنید و آخر فیلم متوجهش میشید، تمام مردهایی که ما میبینیم همشون یه شخصیت بازی کرده، بازیگر همشون همون بازیگر شوهر جیمزه و به خاطر این هم هست یکم عجیب قیافه هاشون چون همشون توسط میکاپ و آرایش به این شکل در اومدن. خلاصه میخواد اینو به ما بفهم کنه که تمام این مردها قسمت های مختلفی از جیمز انگاری که هر کدومشون به شکلی زندگی هارپر رو تحت تاثیر قرار دادن، یکیشون از طریق مذهب، یکیشون از طریق یه بچه، تمام اینا افرادی هستن که به عنوان جیمز میان و یه جوری زندگی این زن رو نابودش میکنه. وقتی هم این زن به آرامش میرسه که بالاخره با هارپر روبرو میشه و انگاری باهاش حرف میزنه. خلاصه با جنبندی اینا و ارتباط دادنشون به هم دیگه دوباره اون سوال رو باید جواب بدیم. تمام فیلم در مورد سوگواری زن به خاطر از دست رفتن شوهرشه یا به خاطر رابطه سمی که توش گیر افتاده بوده؟ ممکنه همه شما یا براتون پیش بیاد با همچین آدمهای سمی برید تو رابطه و انقدری باهاتون بد باشن که حتی بعد رفتنشون هم مدام خودتون رو بخوای سرکوب بکنید، هی بگید نکنه بلایی سرش بیاد، نکنه من این کارو کرده بودم، نکنه مقصرش من بودم و اصلا بازی روانیشون همینه، کاری میکنن که تو انگاری مقصر همه چیزی، همون کاری که جیمز با هارپر انجام داده بود. و درس مهم همینه که چجوری باید با اینا روبرو شیم. برای تمام شدن رابطه شما نمیتونی یه دفعه همه چی رو انکار کنی، نمیتونی یه دفعه وارد مرحله پذیرفتن شی،
باید تمام این مراحل پشت سر بذاری تا بالاخره به اون آرامش درونی برسی. دیگه خواستم اینا رو بگم چون به نظر من مقدار پیچیده است، با دونستن اینا بیشتر میتونیم درکش بکنیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. توی کانال دوم یه دونه ویدیو گذاشتم از گیم پلی یه بازی اسلشر کمدی، دوست داشتید اونم ببینید، لینکش رو آخر ویدیو میذارم. لایک کامنت ساب یارتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسیم.